الو، السلام عليكم. ايه محسن، كيفك؟ ايه انا حسن من لبنان. ايه انا ان شاء الله اليوم جاي على ايران. سلام حسن حبيبي، كيفك؟ اهلا وسهلا بك بايران. لا ما اتفقنا هيك، لازم تحكي معي فارسي من اول وصولي على ايران. طيب سلام، حال شما چطور است؟ به ایران خوش آمدی. فرشته ها از آسمان می آید. تعرفت على كتير أشياء منيك. لك؟ ما چه زود به اصفهان رسیدیم، اما چطوری؟ ما با روح خودمان به اصفهان پرواز کردیم. این معجزه برنامه سازی در تلویزیون است. معجزه یعنی معجزه. معجزه؟ برنامه سازی در تلویزیون؟ البرمجه فی التلفاز؟ آفرین، درسته. لك شو حلم المناظر؟ میخواهیم اول در شهر اصفهان گردش کنیم و بعد به هتل برویم؟ بله حتما. شوف، قدمت اصفهان به 3000 سال قبل میرسد. بله، قدمت یعنی تاریخ. قدمت شهر اصفهان به 3000 سال پیش میرسد. از سال 550 پیش از میلاد مسیح، یعنی در دوره هخامنشی، اصفهان منطقه آباد و مهمی از ایران بوده است. بله، استان اصفهان از سال 550 پیش از میلاد مسیح از مناطق مهم و آباد ایران است. بوده است. بوده است. شوف، رکز می. دوره یعنی عصر و زمان، یعنی العصر. هخامنشی یکی از ادوار کهن و باستانی ایران است. در آن دوره شاهان هخامنشی بر ایران حکومت می‌کردند. حکومت می‌کردند یعنی کانوا یحکمون. دوره هخامنشی یکی از ادوار کهن و باستان ایران است. شاه یعنی ملک، شاهان هخامنشی. خب حالا چشمهایت را ببند تا به مسجد جامع اصفهان برویم. طيب ما تفتحون؟ یلا جهز؟ یلا چشمهایت را باز کن. واو شو رائع. بس بدك تحكي بالفرسي. الفرسي؟ شو بصير بالفرسي؟ يعني وای چقدر با شکوه است. وای چقدر با شکوه است. این مسجد در سده 5 هجری قمری ساخته شده است، یعنی تقریبا 1000 سال پیش. این مسجد در 1000 سال پیش یا قبل ساخته شده است. مسجد جامع. جامع یعنی جمع. مسجد جامع یعنی مسجد مرکزی و بزرگ شهر. مرکز یعنی وسط. مرکز شهر یعنی وسط شهر. مسجد مرکزی و
و بزرگ شهر اصفهان، مسجد جامع. اینجا رو نگاه کن. واه. بله، من نباید تعجب کنم زیرا این یک برنامه تلویزیونی است. آفرین، کاملا درسته. اما اینجا کجا است؟ ما سوار چی هستیم؟ اینجا میدان نقش جهان اصفهان است. اینجا میدان نقش جهان اصفهان است. ما سوار بر کالسکه هستیم. کالسکه یعنی خنتور. کالسکه. این میدان در سال 1210 هجری قمری ساخته شده است، یعنی تقریبا 450 سال پیش ساخته شده است. خب، ما می توانیم به محل دیگری برویم؟ من چشمانم را می بندم. یلا. آفرین، خوب یاد گرفتی. طیب، جهز؟ یلا یلا. طیب، هلا فتح عیونك. هلا كانت مسجد، صارت كنيسة. احنا بإيران؟ ليه أصلاً بإيران في كنائس؟ ايه طبعاً حبيبي، في كنائس كتير بإيران. والله؟ طيب شو اسمها الكنيسة؟ اها، لحظة تقول لك يا بالفارسي. اینجا کلیسای وانک است. کلیسا یعنی محل عبادت پیروان حضرت عیسی علیه السلام. آها، کلیسای وانک. کلیسا یعنی محل عبادت پیروان حضرت عیسی علیه السلام. پیرو یعنی تبع. پیروان جمع پیرو است. پیرو، پیروان. خدمت این کلیسا چند سال است؟ این کلیسا در سال 1664 میلادی ساخته شده است. یعنی تقریبا 350 سال پیش. آفرین، خدمت این کلیسا به 350 سال پیش میرسد. خدمت این بنا به 350 سال پیش میرسد. ایرانیان از قدیم برای تمام ادیان الهی احترام قائل بودند. احترام قائل بودن یعنی الاحترام. احترام قائل بودن یعنی الاحترام. احترام قائل بودم، احترام قائل بودی، احترام قائل بود، احترام قائل بودیم، احترام قائل بودید، احترام قائل بودند. ایرانیان از قدیم برای تمام ادیان الهی احترام قائل بودند. خب برویم. به کجا برویم؟ به یکی دیگر از بناهای تاریخی اصفهان. یکی دیگر از بناهای تاریخی اصفهان؟ یکی دیگر؟ یکی دیگر یعنی واحد آخر. یکی دیگر یعنی واحد آخر. بنا یعنی العماره. بنا یعنی عماره. بناهای تاریخی یعنی العمارات التاریخیه. بناهای تاریخی یعنی العمارات التاریخیه. یکی دیگر از بناهای تاریخی اصفهان کجا است؟ خب چشم ها بسته. طيبين بین لیل، حالا کنا بالنهار. این مهم نیست، مهم این است که تو من فارسی یاد بگیرم. بیش حالو لک نهار. لا لا لحظه، بالفرسی بالفرسی. طيب، این پل است. اینجا سیوسه پل است. اسم این پل سیوسه پل است. آها، اسم این پل سیوسه پل است. من میدانم قدمت این بنا به چند سال میرسد. این بنا در سال 1038 هجری قمری ساخته شده است، یعنی 4 قرن قبل. 4 قرن قبل. قرن یعنی چه؟ هر 100 سال 1 قرن می شود و هر 1000 سال را هزاره می گویند و هر 10 سال را دهه می گویند. دهه، صده یا قرن و هزاره. حالا شما چشمایتان را ببندید. انا؟ ده خلاص یا زلمه. یلا سکران. طیب. یلا.
حالا چشمایت را باز کن. آخ منک آخ، اینجا کجا است؟ اینجا پل خاجو است. این پل در سال 1060 هجری قمری ساخته شده است، یعنی 4 قرن قبل. آیا در شهر اصفهان ابنیه تاریخی دیگری هم وجود دارد؟ وجود دارد، وجود دارد زمان حال، وجود داشت زمان گذشته. وجود داشتن یعنی الوجود. آیا در شهر اصفهان ابنیه، ابنیه یعنی قمرات دیگری یعنی اخرى، آیا در شهر اصفهان ابنیه تاریخی دیگری هم وجود دارد؟ بله وجود دارد. اما شما گرسنه نیستید؟ چی؟ چه گفتی؟ یعنی شما گرسنه تان نیست؟ آها گرسنه یعنی جوان. بله من گرسنه هستم، من هم گرسنه و هم تشنه هستم. آها تشنه یعنی عطشان، گرسنه یعنی جوان، تشنه، گرسنه، خسته. بنابراین باید به هتل برویم. بنابراین؟ بنابراین یعنی چه؟ بنابراین یعنی بناً على ذلك. بنابراین باید به هتل برویم. طيب بنابراین باید به هتل برویم. سلام. 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 بفرمایید در خدمت شما هستم. خیلی ممنون. ما یک اتاق می‌خوایم. بله حتما شناسنامه‌تون رو لطف کنین. بفرمایید. خیلی ممنون. بی زحمت لطف کنید این فرم رو پر کنید. بله حتما. نام و نام خانوادگی: حسن الحاج. نام پدر: حسین. سن: 23. 23. 23 سال. عفوان انت یک در تحکی عربی؟ طبعا بحكي عربي. تقدر هذا طلب ترس مشاني؟ اكيد طبعا. نام و نام خانوادگی يعني الاسم والشهرة. جاسم ابو سعيد. جاسم ابو سعيد. نام پدر يعني اسم الاب. سعدون. سعدون. تاریخ تولد یعنی تاریخ الولاده. 1958. 1958. تعداد افراد همراه یعنی عدد الاشخاص المرافقین. 10 اشخاص. 10 اشخاص. تابعیت یعنی الجنسیه. کویتی. کویتی. چند روز در هتل اقامت خواهید داشت؟ یعنی کم یوم بدک تقیم بالفندق هون؟ 10 ایام. 10 ایام. تعداد اتاق و تخت درخواستی یعنی عدد الغرف والأسرة المطلوبة. غرفتين. غرفة 3 اشخاص وغرفة 4 اشخاص. الشغل يعني شغل او العمل. تاجر. تاجر. شو معنى التاجر بالفارسي؟ تاجر. 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 اسامي ونسبه همراهان يعني اسماء المرافقين ما قرابتهم. أنا اليوم كتير مبسوط منك، تعرف ليه؟ ليه؟ لأنه حكيت بالفارسي كتير منيح. طيب يلا احكي فارسي. طيب آن مرد عرب تصور میکرد که تو ایرانی هستی. تصور کردن یعنی تصور. تصور کرد، تصور کردن. بله او تصور میکرد که من ایرانی هستم.
من هم خودم باورم نمیشد که مترجم او شده ام. اولین شبی که به ایران آمده بودی یادت هست؟ بله یادم هست، من اولین شبی که به ایران آمده بودم یادم هست. ای انتیم سیاکد افهم الاشعال فارسیه منیحه کتیر، هیدی امنیت ان شاء الله حبیبی. ليش لا؟ ما انك عندك طموح واستعداد اكيد تقدر، وانا واثق فيك ان شاء الله. يا رب الله يسمع منك ان شاء الله. تو آرزو میکردی که بتوانی زبان فارسی را یاد بگیری؟ بله من آرزو داشتم که بتوانم به زبان فارسی صحبت کنم. امروز مترجم زبان فارسی بودم، خیلی جالب است. من احساس خوبی دارم. بله خیلی جالب است. حالا به من بگو، یادگیری زبان فارسی سخت است؟ نه، یادگیری زبان فارسی خیلی آسان است، اصلا سخت نیست. البته باید یک معلم خوبی مثل تو داشته باشیم. بله، معلم تاثیرگذار است، اما انگیزه قوی و پشتکار خوب تو بیشتر مؤثر است. انگیزه، انگیزه یعنی طموح. ها، انگیزه، انگیزه قوی، پشتکار، پشتکار زیاد. فردا به شیراز می رویم. فردا به شیراز می رویم؟ شیراز شهر حافظ و سعدی است. حافظ و سعدی دو شاعر بزرگ ایرانی هستند. شاعر بزرگ. من الأساليب الشائعة في جميع اللغات أسلوب الاستثناء، نريد أن نخرج موضوعا عن تحت موضوع آخر، هذا نسميه بالاستثناء. مثلا نقول حضر طلاب الدرس إلا سعيدا، إلا حامدا، فهناك سعيد وحامد لم يشارك سائر الطلاب في الحضور بالدرس، هذا نسميه أسلوب الاستثناء. وهل هناك أسلوب الاستثناء موجود في الفارسية؟ نعم، هناك كلمة بجوز أو جوز بمعنى إلا أو مجر، هذه هاتان الكلمتان بجوز جوز بجوز كلمة أسلوب واحد، أو كلمة مجر بمعنى إلا. لاحظوا هذه الجمل، أنا أرجو من سعيد أن يقرأ هذه الجملة الموجودة على السبورة. همي دانشجویان در کلاس حاضر بودند مگر دوستم علي، مگر دوستم علی. تلاحظون ان کلمه مگر به معنی الا، انا اترجم بالعربیه، كان جميع زملائي حاضرين في الصف الا زميلي علي، الا زميلي علي. فنلاحظ ان اسلوب مگر او بجوز نفس المعنى الاستثناء في الفارسيه. قرات كل الكتب الا كتاب اللغه الفارسيه، همه کتاب ها را بجز کتاب فارسی خواندم، صحيح بجوز أو مجر لا فرق، لكن أحيانا للإنسان أو للأشياء نميز بين الأسلوبين، لكن كلمتان مجر أو بجوز تؤدي معنى واحدا. الآن الأخ سامر استخدم كلمة مجر في جملة. من همه زبانها را دوست دارم بجوز زبان فارسی. صحيح، نقول أنا أحب جميع اللغات إلا اللغة، صحيح، إلا اللغة الفارسية، هذا غير صحيح أن نقول من همه زبانها را دوست دارم بجوز زبان فارسي. لا، هو بالعكس، أنا أحب الفارسية إلا القواعد منها، لأن القواعد فيها نوع من الصعوبة، شوية من صعوبة، فيقول أنا أحب جميع اللغات أو أنا أحب الفارسية إلا القواعد منها. من همه زبان فارسي را دوست دارم بجوز دستور زبانان. طبعا القواعد في كل اللغات، لكن القواعد في الفارسية أسهل من القواعد في العربية. أحيانا نحن نريد أن نعبر عن فعل نباشره الآن أو باشرناه في الماضي ونتحدث عن هذه المباشرة. مثلا نقول
كنت في حالة الذهاب عندما رأيته. داشتم میرفتم که او را دیدم. داشتم میرفتم که او را دیدم. كنت في حالة الذهاب عندما رأيته. أو مثلا نقول ماذا تفعل الآن؟ ماذا تفعل الآن؟ بالفارسية نترجم داري چکار میکنی؟ داري. كيف نسمي هذا الأسلوب؟ هذا الأسلوب نسمي أسلوب الملموس. ملموس بالفارسية يعني مباشر، كأن الإنسان يلمسه. أحيانا الملموس ممكن أن يكون ماضي الملموس ويمكن أن يكون مضارع ملموس. فيتحدث المتكلم أثناء هذا الأسلوب كأنه يباشر الأمل ويدخله أمل آخر، فهذا النوع نسميه بالماضي الملموس أو المضارع الملموس. أنا أضرب مثالا لأوضح الموضوع أكثر فأكثر. فمثلا نقول كانت السماء تمطر عندما خرجت من البيت. آسمان میبارید هنگامی که آسمان داشت میبارید هنگامی که از خانه بیرون رفتم. ففي الحقيقة داشت تدل على وقوع العمل ويدخله عمل آخر في أثناء هذا الفعل. ففي العربية في حالتي تعبر عن هذا العمل المستمر وأثناءه يأتي عمل آخر. في العامية أحيانا كلمة عام أم بشتغل بالكتابة، عندما نقول عم بشتغل بالكتابة يعني أنا الآن مشغول بالكتابة، وكلمة ING في الإنجليزية يؤدي هذا الأسلوب. فكيف نصنعه؟ في الماضي نستخدم فعل من مصدر داشتن. داشتم مي نوشتم كعلي آمد، يعني كنت في حالة الكتابة عندما جاء علي. داشتم مي خابيدم كتليفون زنگ زد، كنت في حالة النوم عندما رن الهاتف. عندما رن الهاتف أو بالمضارع دارم كتاب مخانم كتلفون بصدا در ميآيد. أنا الآن أقرأ الجريدة وأقرأ الكتاب ويرن الهاتف. فإذا كان للمضارع الملموس نستخدم دارم دارات المضارع، وإذا أردنا الماضي الملموس نستخدم داشتان أو داشتم أو مشتقات الأخرى. لابد لي أن أشكر الطلاب النشطاء في هذا الصف، الأخ سامر وأخ فادي وأخ سعيد والأخت نادية والأخت سمير والأخت مريم، حيث رافقونا في هذه الحلقات لتعليم اللغة العربية، وهذه هي الحلقة الأخيرة. لكن نطلب منكم أن تشاركونا في الحلقات القادمة التي تتم هذه المجموعة لتعليم اللغة الفارسية.